احترام با مادر. روزی مردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد: من تمام گناهان را انجام دادم، آیا راه توبه‌ای برای من هست؟ فرمودند: آیا پدر و مادرت زنده اند؟ گفت: تنها پدرم زنده است. فرمود: با پدر خود احترام و نیکی کن تا خداوند تو را ببخشد. وقتی که آن مرد رفت، حضرت به اطرافیانش فرمود: ای کاش مادرش زنده بود. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. ارزش خدمت به مادر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که پای مادرش را ببوسد مثل این است که آستانه کعبه را بوسیده است. و نیز فرمودند: هر کس پیشانی مادر خود را ببوسد از آتش جهنم محفوظ خواهد ماند. روزی مردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد: من تمام گناهان را انجام دادم، آیا راه توبه‌ای برای من هست؟ فرمودند: آیا پدر و مادرت زنده اند؟ گفت: تنها پدرم زنده است. فرمود: با پدر خود احترام و نیکی کن تا خداوند تو را ببخشد. وقتی که آن مرد رفت، حضرت به اطرافیانش فرمود: ای کاش مادرش زنده بود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: همان گونه که دعای پیامبران در مورد امت خودشان مستجاب می‌شود، دعای پدران نیز در حق فرزندانشان مستجاب هست. احترام به مادر در اسلام. مادر از جمله کسانی هست که بیشترین حق را به گردن فرزندان دارد. علاوه بر این که در خلقت و حیات او سهم تعیین کننده ای دارد، در رشد و بزرگ کردن فرزندان هم نقش بسزایی دارد. از این رو در میان انسان ها کسی پیدا نمی شود که تا این حد به انسان خدمت کرده باشد. بنابر این شایسته است که پاسخ چنین زحمات طاقت فرسایی به کمترین وجه ممکن داده شود و احسان به فرزندان هم کمترین کاری است که می توان نسبت به وی انجام داد و الا حق آنها بیش از آن است که انسان بتواند آن را ادا کند. چرا اسلام احترام به مادر را واجب شمرده است؟ انسان در مقابل احسان هم نوعان خود همیشه در خود احساس دین می کند تا اینکه در آینده آن محبت ها را جبران نماید و به آن نیکی ها پاسخ شایسته ای بدهد. لذا چنین است که اسلام انسان را در برابر خیش و دیگران از جمله مثل والدین و همسر و فرزند دارای حقوقی می داند که در مقابل آنها مسئول و مکلف است. پدر و مادر از جمله کسانی هستند که شادابی و زندگی خود را وقف فرزندان کردند و چه هدیه ای از این بهتر و چه احسانی از این بالاتر. بنابر این عقل انسان حکم می کند که در مقابل احسان و نیکی احسان کرد. لذا قرآن کریم می فرماید: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا جزای نیکی به جز نیکی است؟ بنابر این اطاعت از والدین و سفارش به نیکی به آنان به خاطر حقوق منحصر به فردی است که والدین بر گردن فرزندان خود دارند. ثواب بوسیدن کف پای مادر مثل ثواب بوسیدن تربت امام حسین علیه السلام است. هرچه خدا در خاک حرم امام حسین علیه السلام گذاشته است، در کف پای والدین هم گذاشته است. روایاتی درباره احترام به مادر. از امام سجاد علیه السلام پرسیدند: هیچ وقت دیده نشده است که شما با مادرتان سر یک سفره باشید؟
حضرت فرمودند می ترسم قطعه ای از غذا بردارم که چشم مادر زودتر از دست من به آن غذا بوده باشد. فراموش نکنید و یاد داشته باشید که والدین شما زمان بیشتری زندگی کردن و تجربیات زیادی در زندگی دارند که شما هنوز هیچ کدام را تجربه نکرده اید. اگر والدینتان از شما می خواهند که بعضی از کارها را انجام ندهید، سعی کنید درباره این کارها و دلایلی که پدر و مادرتان دارند فکر کنید. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.